بشم هشم نعسه و نسلیخ تورا سیوا لانو موشه مراشا قهیلت یعقوب. صفحه 64 یلقوت یوسف 2 سیمان تعت، یعنی 464 براخا الخص شنید، براخا بر لیوان دوم. الف میفرماید که مین هاگنو، یعنی رسم ماست چن مبارخین، که براخا نمیگن بره پری اگفن، بلکه بر لیوان اول و سوم فقط. و چون دعت ماران شولخان آروخ و اشکنازی ها براخا میگن بر همه لیوان ها، چهار تا لیوان بره پرگفن میگن. همطور از برن چندین از جماعت یمنی، فقط درسته که اونایی که تو درس هستن همچنین یمنی ها، یعنی بگیرن مینهای سفارادیم رو، چون دعت ماران مارا دعت را رابه مکان و انجام ندن به اون چیزی که خودشون میخوان که جدا بشن از سایر سفارادی ها. پس همه بیان و پیاله اول و سوم رو بره پرگفن میگن و بقیهش نگن. سیمان 475 یتر دینه از سدر، بقیه مراسم سدر. رخصا الف ایتول یاداب نتیلا بگیره دستشو چون قانون، براخا بگه ال نتیلت یادنگ، و اگه میدونه که دو نشده فکرش از نتیل در نتیلای اول تا حالا، نتیلا بگیره بدون براخا و مواظب باشه لخط خیلا که انجام بده اون نتیلا رو توی همون خونهش، همون اتاقی که هست، که به حیات خارج نشه. اینجا میفرماید که الان دیگه رسیدیم به رخصا، میفرماید دستو نتیلا بگیره، اموسیه دیگه، میخواد اموسی نتیلای اموسی و فکرش هم دور نشه از این براخایی که میگه. حالا اگر میدونه که فکرش در نتیلای اول دور نشده تا حالا، از نتیلای اول تا حالا فکرش دور نشده، بدون براخا نتیلا بگیره و سعی کنه که از اتاق خارج نشه بهتره. شماره بت میفرماید که در این زمان مجازه که دست بزنه به کتابای خودش که چاپ شده بعد از نتیلت دعیم سعودا و گزارا نکردن در این که تامه میکنه دست ها رو، بلکه در موضوع تروما. بنابراین مجازه که باقی بگذاره کتاب هگادا رو جلوش و دست بزنه بهش در زمان خوندن، همچنین بعد از اینکه نتیلا گرفت دستش. لیکن اون کسی که دست میزنه وسط سعودا در مگیلت سر یا سفر تورا یا تفیلین، درسته که سخت بگیره نتیلا بگیره دستش رو بدون براخ، که این چیز رو کمتر پیش میاد، هیچ وقت معمولا پیش نمیاد. بیکن مقام اگه میخواد نتیلا نگیره دستش هم بر چیزی هست که تکیه کنه. چیزی دیگه ما الان صحبت داریم یه که میتونه بعد نتیلا که خوش کرد به اگادا دست بزنه، مشکلی نیست. سیمان 476 صفحه 64 مربوط میشه به خوردن کباب در شب پسخ. ببینیم چی میفرماید. الف مکانی که رسم دارن بخورن کباب در شب پسخ میخورن، مکانی که رسم دارن که نمیخورن نمیخورن. ما رسممون اینه که نمیخوریم. گزرای شاید سوء تفاهم بشه، بگن آ این گوشت قربان پسخه و به نظر میرسه مثل اینکه داره قداشیم رو در خارج از یروشلایم میخوره و در این مکان ها رسم دارن که نخورن کباب در شب شبات، که رسم ما همینه. بیکن مقام همچنین در مکانهایی که رسم دارن که نخورن کباب در شب شبات، در روز ممنوعیتی نیست، که روز در جزء اون ممنوعیت نیست، مشخصه. بت تمام این در به طور گشتی به طور کلی در مورد گوشت داریم صحبت میکنیم، ولی اون بازو رو اون که کبابش نصب دارن کباب میکنن بذارن تو این سینی آل اخما مال سدر کبابش میکنن، اشکال نداره، یعنی میتونه کباب کنه، نمیخوام بخورنش که این برای سفره برای سینی آل اخماست. میکن مقام آسوده که بخورتش در این شب. پس این که میگیم کباب نکن، بله کباب نکن نخور، ولی در
مورد زراعه که میخواد بذاره تو سفره مشکلی نیست، ولی نخوره. حتی در مکانی که راست دارن که کباب بخورن، چون که این کباب شده یادی از قربان پسخ و در این میشه باید ترسید بیشتر، که به نظر میرسه که مثل که میخوره قداشیم بخوست. الان میخواد بگه اونجا هم سعی کنه که این کارو نکنه، اونایی که راست دارن که کباب میکنن. مثلا البته گدی مقولاس، یعنی اون برهی که برای قربان پسخ بوده و با چوب انار وارد میکردن در تنور که بپزه یه پارچه، آسوره که بخورتش در شب پسخ در هر مکانی، لیکن فردا در یوم تو مجازه که بخورتش. همچنین زروعه رو که قرار داره در کاسه آلخمای شب موعد، و نمی ترسیم بلکه به شب پسخ که زمان خوردن قربان پسخه، در حالی که در روز اشکالی نداره. پس نکته ما اینه که خوردن کباب در شب ممنوعه، ولی روز اشکالی نداره. و تمام این موقع که اون گوشت زروعه کباب شده، ولی اگر کباب نکردن پختنش آب گوشتی و میخواد بخوره در میان سعودای شب شبات بدون ای که اسم پسخ روش بذاره، این بایستی مجازش کرد. شماره گیمل میفرماید، شماره گیمل صفحه 65 میفرماید که گدیم قولاس، یعنی چی گدیم قولاس؟ اون برای قربان پسخ که کبابش میکردن تمامش یک جا، تیکی تیکش نمیکردن. آسوره که بخوره اون را در شب پسخ به هر شکلی، یعنی بخواد یه چنین کاری بکنه آسوره، چون قربان پسخ که ما نداریم الان نظیر اون میشه. ولی گوساله‌ای که بخواد یه تیکی کبابش کنه مجازه که بخوره در شب پسخ. مکانایی که کباب میخورن در شب، ما که رسم اون نیست که نخوریم، ولی در مکانی که رسم دارن که نخورن کباب در شب پسخ، آسوره که حتی گوشت گوساله هم و گوشت پرنده هم بیان کباب کنن و هر چیزی که احتیاج به شیطا داره، آسوره که شب پسخ ما کباب شدهش رو بخوریم. دالت میفرماید اگه فراموش کرد که کباب کنه زروعه در عرب جمعه پسخ، مجازه که کبابش کنه در شب پسخ، و طبق مینهایی که راست دارن سبک بگیره بخوره کباب رو در یوم تو به پسخ در سعودای روز، که اینک کباب میکنه اون رو به نیاز یوم تو. خب مسئله نیست. تخم مرغ کباب شده مجاز بخوره شب پسخ، همچنین در مکانی که کباب شب پسخ نمیخورن. تخم مرغ کباب کنه مشکلی نیست. فرض کنید خاکستر است، میذاره تو خاکستر. آفرین، خاکستر رو هم میریزه روش، زیر روش رو. مثلا یه مشکل نداره، قدیما بوده. شماره واو میفرماید یه نخمیر بایستی که سخت بگیره در مکانی که راست دارن که نخوره کباب، حتی به سلیقه دارم نخوره، کباب دیگی هم نخوره، به خاطر سوء تفاهم مری تو عین که شبیه به کبابو هم مذالک کبابش کنه بعد بپزتش، یعنی آب گوشتش کنه، کباب کنه بعد آب گوشت کنه، میگه میشه سبک گرفت. زن میفرماید مجازه که بخوره کباب در شب 15 ایار پسخ شنی میکنه. مقام خوبه که سخت بگیره که گدیم قولاس، یعنی برای یه تیکه که میپزن در شب 15 ایار هم نخوره. رب و تر رسیدیم به موسی مسا، سیمان 475 آلف بگیرد اون مسوت رو، چون ترتیبی که قرارش داده اون پروسا رو بین دوتا کامل قرار بده که میدونید، و بگیره اونها رو در دستش، براخا بگه هموسی و الاخیلت مسا فلست دارن. بعد از این که براخا گفت هموسی، ول میکنه مسای سومی رو از دستش و باقی میمونه در دستش اون رویی با اون تکه، و براخا میگه الاخیلت مسا و میکنه از اون سالم روی و از اون تکهی که
بله زیرشه میشه تن از هر دوتاش با هم کزایت از هر یکی میزنه تو نمک میخوره با اتکیه با هم و اگر نمیتونه بخوره دوتا کزایت با هم مال هم مسی اول بخوره که کال مل رویه و بعد از اون خوردن مس بعد از اون مال اخیلت مسا که تیکه است و بدی اول اگر یه دونه کزایت خورد چه از کامل از روی چه از اون تکه یاتسا و در مکانی که قصد سعر یه کمی رنجه کافیه نیست خط خیلا به یک کزایت فقط و همینطور اگر اهر خونه است آدم های تعداد زیاد هستن و کافی نیست که تقسیم کنه به هر یکی از اونها دوتا کزایت از مسایی که تو سدره میتونه به اونا بده بعد از اینکه تموم شد قسمت کردن اون تیکه به دو یا سه تا از مدعوین از مسای شمورای دیگری که خارج از سفره است تو کارتونه و کافیه در یک کزایت به راحتی برای هر کسی و اجبار نیست که بده بر یکی از اونا دو تا کزایت از مسای شمورا که خارج از میزه. رابطه اینجا ما توضیح میدیم به ذاتش شماره الف رو که چی میفرماد. ما رسیدیم به مسی مسا. سه تا مسا جلویمونه، دو تاش سالمه، یکیش نصف است وسطشه. هر سه تا رو بین دو دستمون میگیریم و اموسی لخه مینارس که گفتیم سومی رو ول میکنیم، میگیم اهل اخیلت براخای اهل اخیلت مستا میگیم و از هر دوش پله اول اینه که از هر دوش میکنه روی و نصفه، سومی رو ول کردیم دیگه، اهل اخیلت مستا میگیم از دوتاش میکنیم، کزایت از این کزایت از اون میزنیم تو نمک با تکیه میخوریم. حالا نمیتونه دوتاش با هم بخوره دوتا کزایت، آقا از روی بخور کزایت بعدم از زیری بخور کزایت، آقا نمیتونه یک کزایت بیشتر نمیتونه بخوره، باشه یک کزایت بخور چه از سالمه چه از تکه، جایی هم که ناراحته اون نمیتونه یه دونه کزایت میتونه تکیه کنیم. حالا اگر افراد خانواده زیاد هستن از این دوتا مسایی که نیمه به اونا نمیتونه میرسه چیکار کنیم؟ از مسایی دیگه کمک میگیریم. ادامه میدیم شماره بت. کسی که اشتباه کرد و براخا گفت بر مسا لخول مسا، این مانه نمیشه ولی قبلا رسم لخط خیلا که بگن الاخیلت مسا و تغییر نمیدیم. یعنی چی باید بگیم؟ الاخیلت مسا، حالا گفته لخول مسا، مثلا این سالی تغییر نده. گیمل میفهماید کسی که اشتباه کرد و خورد مسا بدون براخای هموسی و بدون براخای الاخیلت مسا انجام وظیفه داده و اینجا نمیگه میسوا با گناه انجام نداده، براخا نگفته کار درستی نبوده ولی میسواش انجام داده، حالا بدون براخا خورده، اصلش خوردن است. حالا اگر بازم مسا داره شایستن که برگرده که زیت دیگه بخوره اما سی بگه، ولی الاخیلت مسا نگه، حتی صحبتی کرده و فاصله انداخته بین اونها. و اگر اون چیزی که براخای هموسی نگفته سعوی بوده نه عمدی، بایستی که سبک بگیریم و لازم نیست که برگرده و بخوره کزایت دیگری. ببینید رابطه ما کلن یه اصل کلی داریم که براخا تنون مکه بود، یه نفر تفیلین بسته بعدم در آورده رفته خونه، هر شبیه خونده رفتیه، بعد میگه آه امروز هم رفت براخای تفیلین بگیم، میگه تو میسوات انجام دادی مسئله نیست، دفعه دیگه دقت کن. حال شب موعد پسخ هم یه نفر اومده حواسش نبوده، اما سی نگفته الاخیلت مسا نگفته، خب اشتباه کرد، حالا انجام وظیفه داده، بله انجام وظیفه داده و میسواش با گناه حساب نمیشه. بگیم خب اگه بازم داری بخور، قبل از که بخوری براخای هموسی بگو ولی الاخیلت مسا نگو و اون چیزی که براخای هموسی نگفته شگگ بوده و نه بمزید سعبی بوده و میشه بگیم خب دیگه نمیخواد برگردی یک کزایت دیگه بخوره. اگه سعبی بوده میتونیم بگیم دیگه لازم نیست که یک کزایت دیگه بخوری، سعبی بوده ندانسته بوده. دالت صفحه 66.
شیور اکزایت یعنی اندازه اون کزایتی که ما توضیح دادیم سعی کنه دو تا کزایت بخوره، نتونست یه دونه کزایت لدعت ماران شورخانا روخ، اون اندازه نصف یه تخم مرغ یعنی 9 درهم که میشه 27 گرم. طبق نظر ریف رمبام هاروش کزایت یک سومه بسایه، یعنی 6 درهم یعنی 18 گرم. پس تا اینجاش ما متوجه شدیم که کزایت اختلاف نظر ماران شورخاناروخه با ریف و رمبام و روش. ماران شورخاناروخ میفرماید نصف یه تخم مرغ 27 گرم، ریف و رمبام و روش میفرمایند که یک سومه یه تخم مرغ یعنی 18 گرم. حلاخا چیه؟ بایستی که ما سخت بگیریم چون دعت ماران شورخاناروخ یعنی 27 گرم بخوره. لیکن کسی که پیره یا دور از همه مریضه که هشم شفاش بده و نمیتونه بخوره کزعیت مسا یعنی نصف تخم مرغ یعنی 27 گرم، میشه سواک بگیریم که بخوره 18 گرم یک سوم تخم مرغ بدون براخا، بدون براخای الاخیلت مسا، چون زیر کزعیت براخای الاخیلت مسا نمیتونه بگه. و در تمام اون شیورها هموسی میگه الاخیلت مسا رو نمیگه، و در تمام اون شیوریم دست دارن که تخمین بزنن به وزن. نیست که از اصل دین ما دنبال حجم میریم، میکل مقام دیگه نوشتن پسخیم، چون که همه وارد نیستن که تخمین بزنن در حجم، بنابراین لست دارن که معین کنن تخمین بزنن در وزن، زیرا از وزن معلوم میشه به طور کلی حجم. همطور نوشته آرا و مگید از قول گئونین و همینطور در پتخ ادویر و کفخنگ. پس ما بخواییم ما اصل مطلب رو در سیف دالت بگیم اینه که حلقا اینه که نصف تخم مرغ باید بخوره، به اندازه نصف تخم مرغ باید مستا بخوره. حالا گفتیم بهتره دوتا کزایت یا نتونست یک کزایت. چقدر؟ 27 گرم. حالا اگر نمیتونه زاغنه یا دور از همه بیماره بیم، خب نمیتونی چون دیگه سباک میگیری برات 18 گرم بخور، ولی تا میتونی 27 گرمه رو بخور. میفرماید باعث که بخوره در شب پسخ لااقل 4 تا کزایت مسا. مزالک کسی که زاغنه یا دور از همه بیماره کافیه بخوره کزایت مسا در ابتدا با براخای الاخیلت مسا، و بعدش هم کزایت مارور کرخ رو بگیره تیکه کوچیکتر مسا و تیکه کوچیکتر مارور، و بعد از اونم کزایت افیقومان بخوره. بهترین اینه که ما به سلامتی جماعت شالوم 4 تا کزایت ما مسا بخوریم، 2 تا کزایتش که میدونید الاخیلت مسا، 1 کزایت هم که کرخه، 1 کزایت هم که افیقومان، میشه 4 تا. حالا نمیتونه کسی که براش امکان نداره که بخوره این 4 تایی که گفتیم، کجاش میتونه تخفیف بده؟ میگه خب برای الاخیلت مسا یک کزایت بخور و قبلش هم الاخیلت مسا بگو 27 گرم بخور، بعدم کزایت مارور بخور کاو که او هم میتونی. خب برای کرخ تخفیف داده، تیکه کوچیک مسا بگیر، تیکه کوچیک مارور بگیر، کاو بگیر، و بعد از اون کزایت افیقومان، یعنی کزایت الاخیلت مسا، کزایت افیقومان، دو تا کزایت، یک مقداری هم که حالا کرخ میخوری، میشه دو تا کزایتو خورده‌ای. برای کسی که براش امکان نداره بخوره. به شالوم علی اسرائیل. شماره واو میفرماید موقعی که افتاد شب پسخ در شبات، نمیخواد یک کزایت دیگه مسا بخوره به خاطر کابود شبات. شماره زین میفرماید از کسی که میگه لازمه بخوره دو تا کزایت یا یک کزایت لااقل یک باره، لیکن طبق حلاخا لازم نیست که وارد کنه به دهانش یک جا دو تا کزایت، و میتونه بخوره کم کم چون طریقه خوردن معمولی، و به شرطی که مکس نکنه در خوردن اون کزایت به اندازه اخیلت پراس، یعنی حدود 4 دقیقه مثلا یا حداکثر 7.5 دقیقه، یعنی شیور خوردن 3 تخم مرغ.
و اون شیعور از 6 دقیقه است تا 7 دقیقه اونی. سعی میکنیم تو 4 دقیقه بخوریم. اینجا هم اشاره میکنه خوبه که سخت بگیره، خاتمه بده خوردن اون که زهید رو به 4 دقیقه، کمتر که چه بهتر. و اونا که سخت میگیرن که وارد میکنن دوتا که زهید رو به دهان یک باره، اینجا سختگیری زیادیه و بعضی موقع از درون خشاش سکانه خطرم میتونسته باشه. نمیخواد همش یه بارگی بکن تو دهنت، دوتا که زهید بخور کم کم، یعنی به استراب معمولی عادی میخوری، حالا نمیتونی مجبوری یک از زهید بخور. خط قیمالان ثابت برای ما میسوا احتیاج به کوانا داره، نیت ببنده، حواستش اینجا باشه. بنابراین باید نیت ببنده قبل از خوردنش، خوردن مسا، که انجام وظیفه اخیلت مسا میده. براخوا میگیم اهل اخیلت مسا، خدا به ما دستور داده در این شب مسا بخوریم. میکل ماقوم لازم نیست که با دهانش بگه، به زبون بیاره که انجام میده به عنوان میسوا. همین که نیتشه تو قلبش کافیه، به خصوص موقعی که ما براخوا میگیم اهل اخیلت مسا، خب باید برنش بفهمه که اون براخوا بیدار میکنه نیت ما رو، و نیست برای تو نیتی بزرگتر از این. به دیابت اگه نیت نبست در خوردنش، قبوله دیگه، میدونه دستور هشم داره انجام میده دیگه، حالا نیت نبست هم به دیابت یاستا. ولی لخط خیلا باید بدونه که مسا رو به نیت اجرای دستور هشم که هشم فهموده در این شب مسا بخوره داره انجام میده. شماره تت میفرماید هستن که رسم دارن که لشه میخود میخونن قبل از خوردن مسا و ما رو رمزو به هر میسوا و میسوایی با و افعل پیش شها عمریم و افعل پیش شها عمریم اون خوون لیبو، با وجود این که اونایی که میگن و نیت میبندن قلبش رو به اونایی که بله قلبش رو به هشم، حتما که داره بر چیزی اتکا کنه، ولی نیست در این هیچگونه ارتباط خیوبی، بلکه میدت خسیدوته. شما اگر لشمی خدا رو بخونی خوب میکنی، خوب میکنی، ولی بگیم اجبار نیست، میدت خسیدوت میکنی، خیلی هم کار خوبه. ولی و اگر میدونه که میتونه کوانا ببنده به عنوان میسوا، یعنی میفهمه که آقا من دارم دستور عقدش بارخو رو که در تورا فهموده، خیلی وقتا پاسوغاش هم آدم میتونه بگه، خیلی خوب بدون گفتن لشمی خود لازم نیست که بگه، ولی تو لشمی خوده دیگه کامل توضیح داده، پاسخش گفته، خوب کوانا گفته، خیلی خوبه. یود صفحه 67 میفرماید کسی که براخاگو بر مسا در شب پسخ و شروع کرد که بخوره و بچه کثیف کرد، مجازی که ادامه بده به خوردن در مکانی که کثیفه، که از اصل دین مجاز اجرا کنه میسوا بدون براخا در مکان کثیف، بلکه بر طبق دیور زهر اقادوش به خط خیلا لازمه که باشه اون مکانی که درش میسوا میکنه پاک و طاهر. خب این بوسته ما خود به اسرائیل، انشاءالله همه سفره جماعت اسرائیل پر باشه از بچه ها و نوه ها و نبیرای سالم و نتیجه ها و الاخر، که همه سفره جماعت شلوغ باشه به شادی، دور هم جمع باشن به شادی و به خوبی، بی درد و آزار باشن همه. خب حالا اومدیم و داره مسا میخوره، میسوای خوردن مسا انجام میده، بچه کثیف کرد، خب میگیم ادامه بده، چون از اصل دین در زمان اجرای میسوا مکان کثیف هم میتونه باشه، مثلا جا کثیفه میخواد شفار بزنه، شفار میزنه. براخا بگه نه، ولی شفارش میتونه بزنه، بلد خودش شفار، یوششاناست، یه جایی که نمیزننش بیاد بیرون، اونجا هم کثیفه، شفار میزنه بدون برق. حالا زوهر اقادوش یه مقداری سختی میگیره، میفهمه یه لخط خیلا اونجایی هم که ما میسوا میکنیم باید تمیز باشه، ولی خب حالا وقتی امکانش نیست میتونیم ما، ادامه میده به مسا خوردنش. یود آلف میفهمید لازمه که تکیه بده رو دست چپ موقعی که اخیلت مسا انجام میده خوردن مسا، و اگر تکیه نداد لازمه که برگرده بخوره با تکیه، ولی براخا نگه. حتی اگر قطع کرده با صحبت باطل بینشون، بنابراین با تکیه بخوره، اگه تکیه نداد دوباره باید بخوره الاخیلت مساش رو،
ولی براخا نمیگه. خب حب زده میگه بازم براخا علاخیلت نسا نمیگه. یود بت میفرماید اگر که خورد مسا رو بدون تکیه فایده نداره که برگرده بخوره با تکیه با مارور، بلکه بخوره بار دوم برای خودش و بعد برگرده اجرا کنه کرخ رو با تکیه. خب میگه حالا من الاخیلت مسا تکیه ندادم بعد کرخ با تکیه میخورم، میگیم نمیشه، اون کاری به این نداره. الاخیلت مسا جدا باید با تکیه باشه و کرخ هم با تکیه برای خودش. شما میدونید که مسئله تکیه دادن فلسفه داره و این بیسا... یعنی آدم بدونه که وقتی تکیه میده چه درسی به ما میده. این همه تأکیده، مثلا اینجا میفرماید که باید دوباره بخوره تکیه بده، به کرخ هم نمیتونه به اصطلاح کفایت کنه، او برای خودش، این برای خودش، به خاطر که آدم باید بفهمه من در این شب از زیر یوغ بار بندگی پرعون نجات پیدا کردم، خداوند من رو نجات داد، من الان سر و سرورم، من آقا هستم و در بندگی خدا هستم. بندگی خدا افتخار آقایی سروریه، بنابراین باید وقتی تکیه میده نیتش به این قضیه باشه که داره با سروری، که ما افتخار بندگی خدا رو داریم. پس لم میدیم. شماره یود گیمل میفرماید نیست که اصل علاقاییه که آدم چپ دست تکیه میده به سمت چپ مثل هر آدمی. شالوم، چپ دست با راست دست فرقی نمی کنه، دست چپ تکیه بده. حالا میفرماید که میکل ماقوم مازال کسی که دور از همه دستش ناتوان شده، فلج شده، نمیتونه، یایی که دست راست نداره دور از همه میتونه تکیه بده بر طرف راست و اگر تکیه نداد اصلا انجام وظیفه داره. پس یه استثناء اینجا وجود داره که اگر کسی نمیتونه به عذر موجهه، مثلا یه دستش ناتوانه یا یه دستی نداره دور از همه، دیگه هر کاری میکنه دیگه، یا اصلا تکیه نمیتونه بده. اگه تکیه هم نداد نتونست تکیه بده، کجا تکیه بده؟ یه دست داره کجا تکیه بده؟ با کدومش بخوره؟ با کدومش تکیه بده؟ داره دیگه با کتفی متفی هر جه هست، هر کاری هست میکنه دیگه. نمیتونه چیکار کنه؟ یود دالت نداریم انشاءالله، همه سالم باشن. شماره یود دالت میفهمد قبلا توضیح داده شده در بالا که مینهای زنهای سفارتی تکیه میدن. میکل مقوم زنی که تکیه نداد انجام وظیفه داده، حتی به کزایت مسای خوام اگر تکیه نداد، نه که نده بده، اگه نداد میگه نمیخواد برگرده دوباره با تکیه بخوره. پس خانوما تکیه بدن به دیعود، اگه نداد نمیگیم دوباره بخور. تتواب قبل از که بلبعی تقسیم کنه از مسوت به تمام اهل خونه بخوره، اول خودش کزایت که تکیه کرده از اون کامل بالایی بدون تکیه، قصت ببخشید، مرسی، یه کمی از کزعید بذاره تو دهنش که فاصله بین براخا و خوردن نباشه و بعد تقسیم کنه به اهل خونه که بخورن فوراً با تکیه، و بعد از این که تقسیم کرد به اونا دوتا کزعیدش با تکیه بخوره. پس اینجا یاد میگیریم صابخونه اول یه کمی بخوره بدون تکیه، یه کمی که براخا که گفته فوری بخوره، بعد با بدون تکیه، بعد بده به ملت، به ملت که داد، به اوزار که داد، بیاد برای خودش تکیه بده و دو تک از عیتش بخوره. بستن که راست دارن که آماده میکنن قبل از نتیل دادن این از مسایی که خارج از میزه که از عیت برای هر یکی از مدعوین، به خاطری که دیگه مکس نباشه بین براخا بخوردن و هر شهری رسم خودش انجام میده. فکر خوبی هم هست که ما روز جمعه ماهد پسخ بریم سیگرم بکنیم تو کیسه فریزی بذاریم آماده، بفرمایید ناشی گرم تو کیسه کردیم 20 تا 30 تا گذاشتیم دیگه، اندازش گرفتن راحت آسوده و دیگه احتیاجی به یالا اندازه گرفتن نیست. این فکر خوبیه. شماره تتزنگ میفرماید لو یا سیخ صحبت نکنه تا که بخوره کزایت از مسا، و اگه شروع کرد کمی در خوردن و بعد از آن صحبت کرد
لازم نیست برگرده و براخا بگه، چون که شروع کرده در میسوا. چی گفتن ربوتک؟ میفرماید صحبت نکن تا کزایت مسا بخوری. اگه یه کمیش خورد و بعد صحبت کرد نمیخواد دوباره براخا بگی، ولی درستش اینه که تا کزایت نخوردی حرف نزنی، و تا صحبت کرد در حالی که داره میجوه قسمتی از کزایت که گذاشته تو دهانش در اول، لازم نیست که برگرده و براخا بگه، که اینک همچنین اون جویدن یعنی له کردن تو دهان از خود میسواه، چون که لخط خیلا لازمه که طعم مسا تو دهنش باشه و شبیه نیست به تفلین سر، که اگه صحبت کرده یعنی تفلین دست به سر، براخا میگه بر تفلین سر، که این به خاطری که دوتا میسوای جداه، بنابراین اگه قطع کرد با صحبت قبل از که بذاره تفلین سر براخا میگه، بعد از که افسخ کرده، ولی اینجا چون که شروع کرده در میسوا لازم به دوباره براخا گفتن نیست. خب مشخصه حرف نزنه تا که زهیتش بخوره، ولی اگر یه کمیش خورده افزد دوباره نمیخواد براخا بگه، ولی کار خوبی نکرده. همین نمیشه براتی زنگ، و اگر شروع کرد که بجوه و خورد، یعنی حس کرد در کامش اون مستارو و در میان این شهید براخای علا خیلت مستا و امسانه این آمم در خط خیلا بگه، حتی هنوز نبلیده، پس اگر تو دهنش داره مزش چشیده، مزش رو حس کرده و در این میان بله اومد براخا شنید، آمنش رو میگه. یود زن یود خط، لازمه که خوب مستا رو بجوه و بعد به بلعه بدی، اول اگر بلید بدون جویدن انجام وظیفه داده. یوتت آسوره که بخوره با مسا خوراک دیگری با هم که میاد، رشوت چیزی که اختیاریه، میتونی بخوری میتونی نخوری، و باطل میکنه چیزی که دستوره و باید بخوری. ما منظورمون مسای الاخیرت مسایه، بله چیزی باش نخور، حتی لقمه بگیره با پنیر یا سایر لقمه ها، یا بزنه تو سرکه تو آب گوش که چیز کمیه، شایستن که سخت بگیره. حالا بدی اول اگه زد تو سرکه یادسا که اون بدی اول اگه زد تو سرکه یادسا که اون تیبول چیز کمیه و باطل میشه نزد اون مسا. شماره کاف میفرماید کسی که براخا گفت ببخشید پیچید مسا رو در یه خوراکی و بلیدش یک جا، انجام وظیفه میسوای مسا بدی اول داده، که اون خوراکی حتی چنه مخال افیر و اوشل رشوت، که اون خوراکی حتی اون که رشوته فاصله میندازه بین با به اصطلاح گلوش به اون مساکه، اینک بلعیدن یوردیم الخدر باطن، یعنی فرود میاد با بلعیدن فرود میاد به شکمش همونطوری که هست و خود به خود مربوط نیست باطل کردن. این کارو کسی نمیکنه، ولی خب حالا اومدیم و مسا رو پیچید توی چیزی و داد پایین بلعید، میگیم به دیعوت قبوله، ولی کار خوبی نیست، مسئله نیست، در حال خورده دید. کافالف کسی که در خط سلامتی نیست، دور از همه، یا که پیره سختشه بخوره که زعید مسا به تنهاییش، میتونه خوردش کنه، کوچیک کوچیکش کنه که بخوره، ولی مثل آرد نکنه، خیلی ریز ریز نکنه، و همینطور میتونه که خیسش کنه در آب یا یعین، یعنی جواب شماست. اگه نمیتونه میتونه خیس کنه در آب یا یعین یا سایر آب میوه و بخورتش، و مجاز این رو حتی لخط خیلا انجام بده و فقط، ولی خیس نکنه مسار رو در میانشون، فقط فرو کنه و بخوره. بله خط خیلا عدیفه، بهتره که اون خوراک گرم نباشه که دست میسوزونه، فقط در مکان نیاز مجاز تا اون دست میسوزونه، و در شب سوکوت از ایقاردین نمیخواد سخت بگیره که بخوره که زعید پت به تنهاییش میکن مقوم، همچنین در شب سوکوت درسته که بترسه و سخت بگیره. معنی توضیح میدیم براتون. چشم کاف بت میفرماید اگر کسی پیره یا دور از همه مریضه نمیتونه مسا بخوره، اینجوری همچنین اگر تو آبم بزنه نمیتونه بخوره، میگه خب بزن توی خوراکی. لخط خیلا بهتره که اون خوراکی داغ نباشه، مثلا آب گوشته که دست میسوزونه، لخط خیلا
داغ نباشه که دست میزونه. حالا اگر نیازه نمیتونه بخوره، میخواد بزنه تویی که مخصوصا مسایی که امکان کلوفتره، میخواد بزنه که دست میزونه که ایب نرم بشه، میگه مسئله این نیست. مسای ما که خیلی نازکه، به چیزان احتیاج به چیزان نیست، ولی کلن میگه حالا اگر کلوفته باید بزنه تو آب گوشت داغ و او هم نمیتونه بخوره، مسئله نیست. حالا شب سوکوت چی که ما هم دستور داریم ما که زید نون بخوریم چی؟ میگه نمیخواد سخت بیره که زید پت به تنهایی بخوره، ولی بهتره که ناخونه که اونجا هم نونو تنها بخوره. شب موعد سوکا به شادی و سلامتی بیاد. شماره کاف گیمل میفرماید که اجازه دارن بخورن از اون مسا برای خودش به تنهایی، نیست بیشتر از اندازه که وظیفه خوردن مسا. ما نمیگیم به اصطلاح میاد چیز اختیاری و باطل میکنه میسوا رو، پس بیشتر هم میخواد بخوره بخور. کاف داله لازمه که بخوره که زیت مسا به درستی، یعنی نه که دقیق که زید بخوره، بابا به چربونش. چرا؟ به خاطری که میخوایم که زید بیاد تو شکمش، به جز اون چیزی که در میان دهانش و بین دندون ها و لثه ها باقی میونه، بس به چربونش. کافه میفرماید اگر پیچید مسا رو به یه الیافی، به یک چیز خوردنی و امثال این و بلیدش، این قبول نیست که درخ خوردنی نیستی جوری که. بنابراین لازم بخوره که زید مستارا طریقه خوردن، و اگه خوردش به غیر از طریقه خوردن، مثلا خیلی داغ بود گروش سوخت، یا اینکه چیز تلخ داخلش کرد و خورد، انجام وظیفه نمیده و لازمه که برگرده و بخوره. لیکن براخا نگه بار دوم. نیز اگر صحبتی از صحبتهای باطل در این بین بگیم، نمیخواد دوباره براخا بگه، ولی صافق براخوت ما سخت میگیریم. پس اینجا ما یاد میگیریم که مسایی که میخوره باید به یه صورت معقولی بخوره، نه یه چیز غیر عادی باشه تلخی قاطی کنه بخوره، توی یه چیز الیافی چیزی بپیچه بخوره، چیزی که غیر خیلی داغه داره میخوره، خوردن نیست که، این باید بتونه چیز عادی و طبیعی باشه. حالا اگر هم صحبت کرد بینش کار خوبی نکرده، ولی دوباره براخا نمیگه. شماره کافاف میفرماید که انجام وظیفه نمیده با مسای پخته شده. علخیلت مسا که میخوره، مسای پخته شده فایده ای نداره، بنابراین خیس نکنه یا بخواد فرو کنه مسا رو در آب گوش در ظرف اولی که دست میسوزونه. ظرف اولی که این روی آتش کلیریشونه، میگه تو نزن، تو ننداز. پنیز اگر دستم نمیسوزون اشکال نداره، مجازه. میگه آقا جون شما نباید مسای پخته شده بخوری به عنوان علخیلت مسا، یعنی مسا بریزی تو آب، تو آب گوشت، آب گوشت رو آب گوشت شما رو گازه، شب یوم تو دیگه. خب حالا آب گوشت چند تا تیکه نون بندازی توش، خوب بپزه بعد بخوری، فایده نداره. این مسای اینجوری نیست، فایده نداره. میگه خب پس نیا تو ظرف اولم خیسش کن، خیلی داغ جوشه ظرف اوله. میگه خب اگر دست نمیسوزونه چی؟ خیلی یخ شده. میگه اشکال نداره. حالا بیمار یا پیری که سخت بخوره مسا رو به تنهاییش، میتونه بزنه اون مسا رو در میان آب گوشت یا در میان لیوان قهوه چای گرم، همونطور که ما بالا قبلا توضیح دادیم. سعی بر اینه که همینطور خشک بخوره، حالا نمیتونه، میتونه خیسش کنه یکم، مسئله نیست. اگه نمیتونه کاف زنگ میسوای مسایی که 24 ساعت تو آب مونده، انجام وظیفه میدن خوردن مسا رو در شب پسخ. نیز لخط خیلا، چون که مزه مسا داره و شب نیست مسای پخته شده که طعم مسا نداره، این در صورتی که محو نشده دیگه، آب نشده بره، به خصوص به کسی که دندون نداره و ناراحت موقعی که میخوره مسای خوش، ولی انجام به اون خیس، ولی مسایی که خیسش کردن تو یعین یا آب میوه یا خوراک، انجام وظیفه نمیده. ببینید اینجا شما میگید که خب چطور میشه 24 ساعت مسا رو توی آب بذارن. ببینید یه جایی هست حقیقتا ما از خدا تشکر میکنیم که موقعیت ما بسیار مناسبه و میتونیم میسوت رو به نحو احسن انجام بدیم.
نداره، نیست، یه تیکه مسای خشکی گیرش اومده، تو گتو آب بوده، قدیم بوده، یا به هر حال امروز هم ممکنه خدای نکرده باشه حالا تو آب بوده، یا اینقدر سفت بوده که تو آب مجبور شده بذاره، نیست بخوره، نداره بخوره، یا یعنی بذاره تو آب تا بعد 24 ساعت خوب بشه. میگه مسئله ای نیست، مزه مستا داره، مسئله ای نیست، اگه معو نشده، اگه مسای نازو که ما بزننش تو آب، من فکر کنم هیچ چی دیگه رفته، 24 ساعت بگذره هیچ چی تو آب شده حل شده اصلا، ساعتم باشه رفته دیگه، چه برسه 24 ساعت. بستگی داره که چه مسایی، به هر حال اگه دندون نداره و مشکل داره میتونه اون داخل خیس کنه، نرم بشه. بارو خشن به علام، آمین و آمین.